سلام خدمت دوستان عزیز، خوش آمدید به نهمین هفته از دوره آموزشی علم داده و دیتا ساینس. بنده فوزونی هستم در خدمت شما. امروز میخوایم این هفته میخوایم راجع به آمار استنتاجی یا اینفرنشال استاتیستیک صحبت کنیم. امیدوارم که جلسه خوبی رو پیش رو داشته باشیم. خب عرض موضوع شما که در این سلاید راه‌های ارتباطی با بنده رو می‌بینید و این عکس هم تصویری از بنده است به همراه تعدادی از دانشجوانم که یادش بخیر رفته بودم خوابگاه. یک شب نشینی داشتیم، یه شام دانشجویی خوردیم بعد از مدت ها. خیلی خوش گذشت، جای شما خالی بود. خب ببینید، حالا امروز بیام یه مروری کنیم که تا الان چه چیزایی رو بعد از گذشته 8 هفته یا تقریبا 2 ماه آموختیم در این دوره. ما ابتدا آمدیم مقدمه راجع به کلیت کار و دوره و دیتا ساینس گفتیم. هفته دوم راجع به احتمالات یا همون تعریف احتمالات و بخش ترکیب شناسی هاش صحبت کردیم. هفته سوم دوره راجع به قضیه بیس صحبت کردیم. هفته چهارم راجع به توضیح های احتمال صحبت کردیم، هم گسسته هم پیوسته، و گفتیم که توضیح احتمال یکی از موارد بسیار مهم در دیتا ساینس هستند. هفته پنجم یه مثال عملی آوردیم در خصوص کاربرد احتمالات. یادتون باشه مثال دیتا ست فیفا 2019 که اومدیم با توجه به موارد گوناگونی که بود اومدیم اون نمودارها رو برای توضیحات مختلف رسم کردیم و یه سری آنالیز خیلی جزئی دیگه رو توی اکسل به تصویر کشوندیم. خب ببین، هفته ششم راجع به این صحبت کردیم که چرا باید احتمالات بخوریم. 3 تا مثال دیدیم. مثال اولش مثالی بود یا کاربردی از احتمالات در بحث فایننس سرمایه گذاری بود. مثال دومش ارتباط احتمالات با آمار بود و مثال سومش در خصوص رابطه احتمالات و بحث دیتا ساینس بود. خب و هفته قبل هم که هفته هشتم بود، البته اینجا نوشتم 7، خیلی مهم نیست، راجع به آمار توصیفی صحبت کردیم و استفاده از بحث آمار توصیفی در تحلیل داده ها. خب در رابطه با پایتون چه چیزایی رو یاد گرفتیم و بحث کردیم راجع بهش؟ یکی مقدمه نصب جوپیتر نوتبوک بود، یکی بحث متغیرها رو دنبال کردیم، یکی بحث عملگرها، یکی بحث شرطی‌ها، یکی بحث فانکشنز‌ها یا توابع در پایتون، یکی بحث دنباله‌ها، یکی بحث حلقه تکرار، و هفته آخر راجع به مباحث پیشرفته مثل OOP یا همون Object Oriented Programming یا برنامه‌ریزی شیگرها و یه سری چیزای دیگه صحبت کردیم. من یادم OOP رو فقط یه تعریف کلی ازش آوردیم. OOP رو خیلی ما نیاز نداریم که به عنوان دیتا ساینتیست وارد OOP بشیم. البته جلوتر که برید یکم وارد یه سری پروژه بشید، شاید نیاز داشته باشید که یه سری کد بزنید راجع به این OOP، ولی اون بیس شما فقط اینجا مطرح میکنیم. خب امروز میخوایم راجع به inferential statistics صحبت کنیم. توی inferential statistics دو تا چیز، البته در واقع میشه یه موضوع، هم اون هم distribution هستن یا توضیح ها، خیلی حائز اهمیت هستن. البته هر جا ما عنوان distributions های همون توضیحات رو میاریم، منظورمون همون توضیحات احتمال هست. خب اینجا هم نوشتیم که در آمار distribution برابر است با همون probability distribution، یعنی منظور هر ما هر جا میگیم توزیع، منظور ما همون توزیع احتمال هست. خب این توی این شکل، حتی من تصویر خیلی با کیفیت تر از این پیدا نکردم متاسفانه یا unfortunately، ببینید این شکل دقیقا به ما نشون میده که inferential statistics چی هست. ببینید ما تو بحث آمار گفتیم ما چرا اصلا به دنبال آمار هستیم، چون کار کردن با پاپولیشن یا اطلاعات پاپولیشن گاهن خیلی زمانبر، هزینه‌اش زیاده. ما میام یه سامپلینگ میگیریم، طبق پروسه سامپلینگ به یه سامپل میرسیم، یه نمونه کوچکتر از جامعه میگیریم که کار کردن باهاش ساده‌تر و ارزان‌تر باشه. بعد تحلیل‌هایی که رو این سامپل انجام میدیم میشه دیسکریپتیو استاتستیکس که جلسه گذشته راجعشون صحبت کردیم. پس اون مطالعاتی که ما رو سامپل انجام میدیم بهش میگن آنالیز، ببخشید، آمار توصیفی.
حالا inferential statistics چیه؟ inferential همون جور که از اسمش مشخصه، آمار استنتاجی یا آماری که ما با توجه به اون میایم یه سری اطلاعات یا دیتا راجع به پاپولیشن یا اون جمعیت کلی به دست میاریم بهش میگن inferential statistics. ببین اینجا ما یه سمپل داریم، اینا روی سمپل یه سری مطالعات کردیم، با استفاده از نتایج و ریزالت های این مطالعات میام یه نتایج راجع به پاپولیشن میگیریم. این میشه کلا فرآیند inferential statistics. این شکل کاملا یه تعریف خیلی خوب از inferential statistics به ما میده. خب ببین تو بحث دیستریبیوشن ها، ببین از اینجا بعد من تو چند اسلاید یه سری از اون چیزایی که میگم تکرار مکرراته که توی هفته‌های گذشته خوندیم، ولی چاره‌ای نداریم، باید یه ریویو داشته باشیم. ما توزیع نرمال رو دیدیم، توزیع باینومیال رو دیدیم، توزیع یونیفرم رو دیدیم و کلن توزیع یه بار دیگه یه ریکال یه ریمایند میکنیم تعریفش رو. توزیع چی بود؟ توزیع یه فانکشن یا یه تابع بود که مقادیر ممکنه یه متغیر و میزان وقوعشون، یعنی احتمال وقوعشون رو به ما نشون میداد. خب ببین همینجوری که تو این تصویر میبینید، این اعدادی که تو این سطر افقی محور ایکس ها ظاهر شده، مثلا 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 میشن مقادیری که یه متغیر تصادفی میتونه بگیره. حالا من الان میگم متغیر تصادفی چیه، این هم میشه میزان وقوع یا احتمالشون، این چیزی که تو این اون ستون عمودی یا محور ایگرک ها میبینید. ببین این در واقع میاد توزیع احتمال پرتاب دو تا تاس رو و مجموع اعداد ظاهر شده رو به ما میگه. یادتون باشه اینو توی نمیدونم هفته دوم یا سوم راجعش بحث کردیم که من اونجا گفتم که عدد 7 بیشترین احتمال ظهور رو داره. یعنی وقتی ما میام دو تا تاس رو میریزیم، تاس دو تا تاس که فیر دایس باشن، یعنی تاس های فیر باشن، یعنی این که مثلا من این تاس رو پرتاب میکنم، هر کدوم از این وجه ها، یعنی 1, 2, 3 تا 6 احتمال وقوعشون مساوی و همه این برابر باشه با 1/6. خب به ما این متغیر ما اینجا چیه؟ پس این دوتا تاس رو پرتاب میکنیم، اون دوتا عددی که همزمان میشنن روی زمین جمعشون برای ما یه احتمالی داره، اون احتمال رو اینجا نوشیم. مثلا این که عدد 7 ظاهر بشه، این احتمالش تقریبا میشه 0.18 تقریبا، یا یه چیزی بین 16 تا 0.18. خب ببینید این چیزی که اینجا دیدید، این مثالی که توی تصویر میبینید یه مثالی بود از یه دیتا دیسکریت یا گسسته. اون مشخصه ویژگی بارز دیتای دیسکریت یا گسسته چی بود؟ اینکه مقادیرش متناهی. اینجا همونطور که در تصویر میبینید مقادیر این متغیر تصادفی، این متغیر اینجا، این متغیر ما چیه؟ جمع اعداد ظاهر شده روی دوتا تاست، از 2 هست تا 12 دیگه، حتی 13, 14 هم نداره، تا 12 هست اعدادی که میتونه این متغیر بپذیره. خب ببین پس تا اینجا، تا این اسلاید قدیم ما راجع به یه این دیتا دیسکریت صحبت کردیم، حالا در ادامه میخوایم بپردازیم به دیتا های کانتینیوس. این تصویرم آشنا هست براتون، ما جلسه گذشته توی قسمت دیسکریپتیو استاتستیک راجع بهش صحبت کردیم، انواع دیتا. خب ببین اولین چیزی که ما تو بحث صحبت از متغیرهای پیوسته میکنیم توزیع نرمال هست، چون توزیع نرمال متغیر پیوسته خیلی با هم عجین شدن، در ادامه کار خواهیم دید. همونطور که تو شکل میبینید این N، این اصلا این عبارتی که اینجا میبینید N هم ارزش با میو و سیگما 2 نشون دهنده، ببین هر کدوم از متغیرش رو میاد اول تعریف میکنه، این از نرمال میاد، از توزیع نرمال میاد، این علامت تیلد یا همارزی از دیستریبیوشن میاد، یعنی N یه دیستریبیوشن یا توزیع هست، این مو اینجا میشه میانگین این توزیع و این سیگما 2 میشه واریانسش. اگه یادتون باشه اینم این کلیت، این نمودار نشون دهنده توزیع نرمال بود، چون تقریبا بل شیپ، یعنی مثل یک زنگ یا یک بل میمونه تقریبا به این محیطش، این قسمتش که میبینید. بعد این میشه، اینجا میشه میانگینش و این چیزی که تو محور ایگرگ ظاهر میشه احتمال این که مثلا این میانگین رخ بدهد رو به ما نشان میدهد. خب بحث استاندارد سازی یه توزیع نرمال رو راجبش خوندیم. استاندارد سازی همون استانداردایزیشن چی میگفت؟ ما یک
توزیع نرمال داشتیم، ان مو سیگما 2 اینو استانداردش کردیم، رسیدیم به یک توزیع نرمال که میانگینش 0 یا همون 0 است و واریانسش برابر است با عدد 1. و معمولا این رو با تو این وقتی که ما یک توزیع نرمال استانداردش کنیم اونو با توزیع زی نمایش میدیم با صورت با این زی. و کلن فرایند نرمال سازی یه توزیع نرمال به چه صورت هست؟ این x متغیر من منهای من مو رو ازش کم میکنم، تقسیم بر استاندارد دیوییشنش میکنم. خب اینجا هم توضیح نوشتیم که وقتی ما یک توزیع نرمال رو استاندارد میکنیم نتیجه دوباره خودش یه توزیع نرمال هست، فقط فرقش چیه؟ ما اون رو یه شیفتش دادیم و یکم اون دیسپرژنش و اون واریانسش رو یکم کمتر یا بیشتر کردیم، بستگی به اون عدده که تو اون تقسیم ظاهری میشه داره، بستگی به این سیگماه داره. خب حالا تو این تصویر اینا رو تو اکسل داشتم، من حالا ازشون عکس گرفتم آوردم اینجا. ببینید یه دیتا ست اینجا نوشتم، این دیتا ست خیلی ساده که شامل اعداد 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 و 5 اینو شکلش رو اگه بیام پلات کنید یه هیستوگرام براش بکشیم، این دیتا ستی که اینجا میبینید خیلی ساده میبینید که این یه توزیع نرمال داره و مینش هم با توجه به همون مثال کاربردی که جلسه قبل گفتم خیلی ساده مین یا اون اوریجش رو حساب کنیم، مینش میشه 3، استاندارد دیوییشنش میشه 1.22. بعد عرضم به حضور شما که این یه توزیع نرمال داره با این ویژگی ها. خب فرایند نرمال سازیش به چه صورته؟ ما اول میانگین رو از تک تک دیتاها باید کم کنیم. پس این x تک تک دیتا رو نشون میده که اول میایم اینجا چیکار میکنیم؟ اول میانگین رو، یعنی از مثلا از عدد 1 که اینجا میبینید اولی متغیر ما هست 0 رو کم کنیم، 1 منهای 3 میشه منفی 2، از عدد 2 که اینجا هست 0 رو کم میکنیم 2 منهای 3 میشه منفی 1 و الی آخر. الان چیزی که اینجا هست اینجا هم نوشتم سابتراکت مین، یعنی مین رو ازش کم میکنیم. یه مین بگیریم یه میانگین بگیریم میشه 0. این چیزی که اینجا این دیتا ستی که اینجا وجود داره تو این ستون وسطی، الان مین یا میانگین این میشه 0، استاندارد دیوییشنش میشه 1.22. ببین استاندارد دیوییشنش با قبلی هیچ فرقی نکرد، هر دو تا برابره. پس ما تو این مرحله اومدیم چیکار کردیم؟ میانگین رو از تک تک متغیرها کم کردیم. اما تو مرحله آخر دیواید با استاندارد اس تی دی میکنیم، یعنی میام دیتا ها رو یک یک تقسیم بر 1 و 1 تقسیم بر 1 ممیز 22 صدم میکنیم، به این اعدادی که اینجا ظاهر شده میرسیم. الان این ستونی که این دیتا ستی که اینجا داریم یه توزیع نرمال داره که میانگینش هست به میانگینش برابر است با 0 و واریانسش برابر است با 1. تو این مرحله پس چیکار کردیم؟ اومدیم سیگما رو یا ایکس منهای میو رو تقسیم بر سیگما کردیم. کلا میشه این فرایند کلی استانداردسازی یه توزیع نرماله. پس توزیع استانداردسازی چیکار میکنه؟ یه شیفت انجام میده، میانگینه یه جوری میاره رو نقطه 0، بعد یه تقسیم انجام میده که استاندارد دیوییشن تبدیل به 1 بشه. خب حالا میرسیم به مهمترین قضیه‌ای که توی این هفته میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، یا قضیه CLT همون Central Limit Theorem یا قضیه حد مرکزی هست. همطور که میبینید اینجا نوشتم که CLT یکی از Building Blocks های Statistics هست، یعنی یکی از پایه‌های اساسی آمار هست. اما علتش چیه که انقدر CLT برای ما مهم هست؟ یه مثال اینجا بزنم براتون. اینجا فرض کنید که، یعنی قبل از اینکه خود CLT رو تعریف کنیم بگیم چی هست، اول اینجا من یه مثال عددی براتون میزنم. ببین فرض کنید یه شخصی توی گاراژی کار میکنه که توی اون گاراژ ماشین‌های دست دو، حالا از یه برند خاص، مثلا روزی 30-40 تا ماشین میاد و طرف میخواد بیاد یه جورایی میانگین قیمت ماشین های دست دو از اون برند رو یه جور دستش بیاد بفهمه که چقدر هست. خب ببین این که نمیتونه بره کل ماشین های دست دو از اون برند اون شهر رو پیدا کنه بیاد قیمت بگیره بعد یه میانگین از همه اینا بگیره. اما چیکار میکنه؟ با توجه به نوع محل کارش، نوع خاصی که محل کارش داره، روزی 30-40 نفر 30-40 تا ماشین از اون برند میان مراجعه میکنن، از تک تک صاحبان ماشین میره میپرسه که قیمت ماشین چنده. بعد مثلا هر روز فرض کنید 30 تا ماشین میاد، حالا مثلا اگه بیشترم بیاد فرض کنیم این 30 تا شو در نظر میگیره، بعد از این 30 تا میانگین میگیره. مثلا فرض کن روز اول میانگین شده این 2521 دلار 49 سنت، روز
دوم اینقدر شده، روز سوم اینقدر شده، این همینجوری میاد تا به این صورت از اینجا حرکت میکنه، میاد تا انتها، دوباره از اینجا میره اینجا، میاد تا پایین تا رسیده به 3248. ببینید اما اینا چی هن؟ این اعدادی که اینجا میبینید نشون داده شده، اینا میانگین قیمت ماشین. حتی اینم باید دقت کنید که مثلا اینا، حالا اینا تویش یک کشوریه، توی شهریه که مثلا ما تورم خیلی فضایی ندارن که قیمت امروز با قیمت فردا زمین تا آسمان فرق داشته باشه، یه ثبات قیمتی وجود داره. خب ببینید اینجا این شخص چیکار کرد؟ پس اومد از این هر روز که این تعداد ماشین اومدن از قیمتشون یه میانگین گرفت. حالا اگر دقت کنیم تمام این اعداد که به نوعی میانگین این سی تا سمپلی که به این هر کدوم از این سی تا ماشینی که اون روز تو اون گاراژ میان مراجعه میکنن، تقریبا میشن یه سمپلی از پاپولیشن کل ماشین های دست دو از اون برند که تو اون شهر وجود داره. پس هر کدوم از این اعدادی که اینجا میبینید میانگینه یه سمپل سی تایی، حالا حداقل سی تایی از کل پاپولیشن ماشین های دست دو تو اون شهر هست. بعد این شخص اومده این اعداد رو مثلا نوشته، حالا 100 تا 200 تا 1000 تا 10 تا 20 تا ریکورد داره، بعد میبینه که اینا تقریبا همه این اعداد به یه چیزی خیلی گرایش دارن، به 2800 دلار. ببین متوجه میشیم که الان در ادامه خواهیم دید که این 2800 دلار تقریبا برابر میشه با میانگین قیمت اون ماشین دست دو از اون برند تو اون شهر توی اون سال. حالا چرا اینو قضیه CLT راجبش صحبت میکنه؟ و یه چیز جالبتر اینه که در پس زمینه یه تصویری میبینید از یک توزیع که حالت نرمال داره، یه چیز مثل بل شیپی اینجا، این چیزی که خط آبی رو میبینید ظاهر شده. اونها اون اعداد چی هستن؟ اونا با توجه به این اعداد میانگین این سمپلا که ما اومدیم به دست آوردیم، برای این اعداد، اینا خودشون اعداد دارن، یه دیتاست جدید میسازن. من الان برای اینا یه توزیع فراوانی که من بکشم، توزیع فراوانیشون یک نموداره، یه توزیع نرمال داره خودش. خب این CLT این هست. خب حالا CLT رو اینجا میبینید خیلی قضیه قویه. ببین یه دیستریبیوشنی داری، مثلا فرض کن این اولی دیستریبیوشن قیمت مثلا ماشین های دست دو از اون برند تو اون شهر. خب ببین مثلا این توزیعش همچی شکلی داره که اصلا ما نمیدونیم این چه توزیع است، اصلا مهم نیست برای ما. ولی ما اگه بیام اون شخص اومد یه سامپلینگ دیتا ست تشکیل داد برای خودش، هر روز اومد از اون یه تعداد ماشین، مثلا سی تا ماشین مراجعه کردن، یه میانگین گرفت، اون میانگین ها رو گذاشت توی دیتا ست، برای اون دیتا ست ها یه دیستریبیوشن، یه تابه توزیع کشید، حالا این تابه توزیع دقیقاً نرماله. پس CLT اینو به ما میگه، میگه اصلا مهم نیست که اون توزیع زمینه اون دیتا ست ما یا اون مسئله یا اون متغیر ما چی هست. ما اگر بیایم از اون سامپلینگ، از اون سامپلینگ هایی که از این پاپولیشن داریم استخراج میکنیم مین بگیریم، بعد اینا رو بریزیم توی دیتا ست، اینا خود این دیتا ست جدید یه توزیع داره که اون 100% یه چیزی تقریبا شبیه به یه توزیع نرمال، بعد اینجا میشه approximate a normal distribution. یعنی مثلا امکان داره یک کم مثلا پسی بلندی داشته باشه، ولی خیلی شبیه و خیلی نزدیک هست به یک توزیع نرمال. خب اما به این اوریجینال دیستریبیوشن ما میانگینش هست میو، اون چیزی که واقعا مال پاپولیشن هست، و واریانسش هم از سیگما 2. اما این سامپلینگ دیستریبیوشن ما از میانگینش هست میو، اما واریانسش از سیگما 2 تقسیم بر ان، که این ان چی هست؟ این ان میشه اون تعداد اون اعضای اون سمپله که ما در نظر گرفتیم. بهتون گفتم مثلا تعداد ماشین ها رو سی تا در نظر میگرفت، این انه از اون سی تا ناشی شده. به اینجا می نویسه این انه باید بزرگتر، این که ان بزرگتر اکید از سی باشه، اومدن با یه سری کلکیولیشن ها با یه سری محاسبات به این نتیجه رسیدن که این حداقل سی یا سی بزرگتر باشه، ما یک چیز تقریبا خوبی به دست می آوریم. پس این سامپلینگ دیستریبیوشن ما یه توزیع نرمال داره با میانگینه مو یا میو، این مو میشه میانگین خود جامعه، و واریانس سیگما تو تقسیم بر ان. خب میرسیم به بحث استاندارد ارور یا
یا خطای استاندارد. حالا خطای استاندارد چی هست؟ خطای استاندارد میشه همون استاندارد دیوییشن توزیعی که توسط اون سمپل مین ها برای ما به دست اومده. یعنی چی؟ یعنی همین سیگما رو تقسیم بر انا میشه واریانس. چجوری استاندارد دیوییشن ازش میگیریم؟ ازش یه رادیکال که بریم استاندارد دیوییشن این سمپل جدید و این دیستریبیوشن جدید رو به ما میده. خب اینجا هم نوشتیم پس استاندارد دیوییشن این سمپلینگ دیستریبیوشن، سمپلینگ دیستریبیوشن میشه چی؟ یعنی این توزیعی که از اون سمپلینگ هایی که می از رو میانگین به دست اومدن ما اینجا داریم. رادیکال سیگما دو ان اوم که تبدیل میشه به سیگما دو تقسیم رادیکال ان، پس به این میگن چی؟ به این میگن استاندارد ارور یا خطای استاندارد. و خطای استاندارد هرچی کوچک در باشه کار ما بهتر، الان در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد. خب اما چرا استاندارد ارور مهمتره؟ چرا مهمه؟ میگه که هرچی، چون هرچی استاندارد ارور اینجا نشه because it shows how well you approximate the true mean، یعنی هرچی استاندارد ارور کوچیکتر باشه، یعنی خطای ما کوچیکتر باشه، نشون میده ما یه تقریب خیلی بهتری از میانگین جامعه مون یا اون پاپیولیشن مون به دست آوردیم. خب پس هرچی استاندارد ارور کوچیکتر باشه، تخمینی که ما از اون میانگین جامعه به دست میاریم بهتره. خب بریم ببینیم تو اسلاید بعد چی داریم. اینجا هم تو این شکل خواهیم دید که میبینیم که چطوری میشه ما استاندارد ارورمون رو کاهش بدیم. میبینیم اینجا n چون تو مخرج یک کسره است، هرچی مخرج بزرگتر باشه، یعنی تعداد اعضای اون سمپلی که میگیریم بزرگتر باشه، ما احتمال بیشتری داره که اون بتونیم یک تقریب خیلی دقیق تر از میانگین جامعهمون به دست بیاریم. خب اما میرسیم به دو تا موضوع، یکی پوینت استیمیت هست، یکی کانفیدنس اینتروال هست. اینتروال اما این دو تا از کجا ناشی میشن؟ ما این استیمیتر و استیمیت اینا خیلی کمک میکنن که یه مقدار اون بحث استاندارد ارور هم ما بهتر بفهمیم. این استیمیتر یا استیمیتر فارسیش میشه تخمین زننده، استیمیت هم میشه همون تخمین ها. اما استیمیتور چی هست توی این آماری که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم؟ ببینید استیمیتور یه تابه هست، یه تابه ریاضی هست که میاد یکی از پارامترهای پاپولیشن رو با توجه به اطلاعات سمپل برای ما چیکار میکنه؟ تقریب میزنه. به عنوان مثال ببینید اینجا رو دقت کنید. استیمیتور ما یادتون باشه تو بحث معرفی مین یا میانگین گفتیم دو تا میانگین وجود داره، یکی میانگینه سمپله که اونو با x بار نمایش میدادیم، یکی میانگین جامعه هست که اونو با مو نشون میدیم. اگه یادتون باشه اینا دو، این دوتا یه فرقی داشت. این میانگین سمپل رو ما میومدیم تقسیم بر n من های یک میکردیم، اما میانگین جامعه رو دقیقا میومدیم تقسیم بر کل تعداد اعضای جامعه میکردیم. خب ببین اینجا به این x بار میگن یه استیمیتور، یعنی یه تابعی که داره این پارامتر میو رو تقریب میزنه. همینطور مورد در مورد واریانس هم دو تا واریانس داشتیم، یه واریانس در واریانس برای سمپل، یه واریانس برای چی؟ برای کل پاپولیشنمون. همچنین در مورد کورلیشن. پس استیمیتور چیه؟ یه تابعی که یکی از آیتم های یکی از پارامترهای اون جامعمون یا پاپولیشنمون رو میاد چیکار میکنه با توجه به اطلاعات سمپلمون approximate، یعنی یه تقریبی ازش برای ما به دست به ما میده. پس این شده که این بحث استیمیتور یکی بحث استیمیت هست. حالا استیمیت چیه؟ ببین حالا این استیمیتورها برای ما میان مثلا یه سری اعدادی رو به دست میارن. مثلا ما با توجه به همین x بار یا همین میانگین سمپل یا همین واریانس سمپل میام یه سری اعدادی رو به دست میاریم. مثلا میگیم این الان میانگینه این سمپل میشه اینقدر. حالا ما دقیقا هم نمیدونیم که این چقدر با میانگین جامعه تطابق داره، یعنی چقدر به میانگین اون پاپولیشن ما نزدیک هست، چقدر ازش دور هست. فقط میاد یه تقریبی برای ما به دست میاره. تو این حالت به این میگن پوینت استیمیت، یعنی دقیقا یک ولیو یه مقدار به ما میده. اما کانفیدنس اینتروال یا بازی اطمینان چیه؟ کانفیدنس اینتروال خیلی بیشتر مورد علاقه استاتیستیشن ها
یا همون آماردان ها هست. چرا؟ چون دقیقا روی نقطه کار نمیکنه، روی یک بازه کار میکنه، یه بازه که نقطه مرکزیش پوینت استیمیت هست، بعد یه شعاعی داره. تو اسلاید بعدی بیشتر راجع به صحبت میکنه. اما یادتون باشه استیمیتورها دو تا خاصیت دارن، یکی بایاس، یا بایاس یادم جلسه قبل فارسیشو نمیدونستم، فکر میکنم میشه جانبدارانه بایاس یا میشه جانبداری همچی چیزی، یا کجی. بعد پس استیمیتورها دو تا خاصیت مهم دارن، یکی بایاس بودنشونه، یکی افیشنسیشونه که تو اسلاید بعد اینو که بزرگتر گذاشتم راجعشون صحبت میکنیم. در کانفیدنس اینتروال پس نقطه میانیش پوینت استیمیت. به عنوان مثال مثلا من اومدم یه اکس بار یک میانگینی از یه سمپل رو به دست آوردم، به این میگن پوینت استیمیت. مثلا میگن این یه میانگی یه چیزیه، یه تقریبی از میانگین جامعه، اما نمیدونم چقدر به میانگین واقعی جامعه یا پاپولیشن من نزدیکه. بعد اینو میام داخل یه اینتروال، یه بازه میندازم، یه بازه که مثلا نقطه ابتدایش این نقطه آبیه باشه، نقطه انتهایش اینجا باشه، این شاها هم تقریبا با هم برابر میگیرم که کارم راحت‌تر انجام بده. میگم که میانگین جامعه یه جایی توی این بازه میفته، توی این بازه از این آبی اولی شروع میشه تا این آبی دوم. ببین confidence interval یه چیز جالبتری به ما میده. ما تو point estimate فقط یه عدد به دست میاریم، میگیم این عدد یه تقریبی از میانگین جامعه، اما نمیدونیم چقدر بهش نزدیک. اما تو confidence interval یه بازه میدیم، میگیم مثلا با احتمال فلان درصد اون میانگین جامعه توی این بازه میفته. این کانفیدنس اینتروال ما یه هفته آتی کلن یه هفته بعد راجع به این بازه اطمینان صحبت کنیم، خیلی بحث مهمی هست. خب اینجا هم همونطور که میبینید راجع به استیمیتورها و پارامترها صحبت میکنه. این تو این اسلاید میبینید ببین یک از استیمیتورها مثلا اکس بار میشه که میاد مثلا پارامتر مو یا میانگین جامعه رو برام تخمین میزنه، بعد یه سری اعداد به ما میده. یا اینجا استیمیتور یه واریانس سامپل میاد واریانس جامعه رو برای ما چیکار میکنه، تخمین میزنه یه جورایی. خب اینجا هم حالا میپرسیم به همون بایاس بودن و افیشنسی، چی دو تا خاصیتی که استیمیتور باید داشته باشه. ببین بایاس بودن اینه که اون تخمینی که مثلا اکس بار مثال چه جوری مثال بزنیم از این بایاس بودن، مثلا ما یه فرمول داریم برای اکس بار، بعد میگیم که رابطه مثلا بین این عدد اکس بار و میانگین جامعه اینه که مثلا شما بیا هر بار اکس بار رو با یه دهم جمع کن، یا یه فیت چیز کن جمع کن، مثلا چیکار میکنه این عددی که از جمع این میانگین سمپل و اون یک فیت شما جمع کردی به ما چی رو میده؟ به ما مثلا میانگین جامعه رو به ما میده. اینجا به اون عددی که با اون میانگین سمپل جمع میکنن به اون میگن بایاس، چون اون بیه یا اون عدده یا اون یکه امکان داره یه مقداری به اون مسئله ما یه مقدار حالت جانبدارانه بده، یعنی یکم اون ریزالت یا اون نتیجه که میگیریم یکم از واقعیت اون میوه اصلی جامعه یا خیلی بزرگتر یا خیلی کوچکتر باشه. به اون بیه میگن میزان بایاس بودن اون استیمیتور ما. حالا افیشنسی چی؟ افیشنسی یه استیمیتور که واریانسش حداقله، یعنی واریانسش خیلی کوچک هست. خب آن بایاس استیمیتور چیه؟ پس بایاس رو فهمیدیم چی هست حال تقریبا. آن بایاس استیمیتور چی هست؟ ببینید اگر اکسپکتد والیو با پاپولیشن پارامتر برابر باشه ما الان چی داریم؟ ما میگیم که این چیزی که داریم این استیمیتور ما آن بایاس هست، یعنی هیچ کجی، هیچ تمایلی به سمت یکی از اعداد یا متغیرها نداره، یه چیز کاملا بدون جانبدار. جانبداری توش جانبدار نیستی، همچی چیزی من آخرسن میمیرم که یه واژه برای این پیدا کنم.
خب این EG هم for example explore has an expected value of mu، یعنی میگه چی؟ یعنی ما تو خیلی از مثال ها میتونیم ببینیم که این explore ما expected valueش با mu برابر میشه. البته حتی همه مثال ها اینجوری نیست، توی برخی از مثال ها. پس وقتی این اتفاق میفته ما میگیم که چی؟ این استیمیتور ما unbiased هست. خب اما این مثلا این مثال این چیز پایینی رو ببینید، expire estimates move with no bias. تو این حالت اگه ما خود دنبال فقط خود expire باشیم و روی این کار کنیم، اون چیزی که به ما میده، اون result که میده، اون estimator هیچ بایسی نداره، یا no bias، with no bias میگن. اما بیایم اگه هر بار میانگین جامعه رو مثلا با یه fit جمع کنیم چی میشه؟ estimate اگر بگیم این عددی که اینجا به دست میاد اکسپار به علاوه یک تقریب میزنه مو رو، میگن این تقریب ما، این تقریب زن ما، این استیمیتور ما بایستش برابر میشه با یک فوت. خب من جایی بعضی وقتا میگم فیت، بعضی وقتا میگم فوت. فوت نیست، فوت نیست، همون فیته. خب حالا افیشنسی اینجا هم یه بار دیگه بازبینی میکنیم مفهوم efficiency رو. efficiency چی هست؟ میگه که estimator the most efficient estimator is the unbiased estimator، یعنی یک estimator unbiased، یعنی هیچ بایسی نداشته باشه. با کوچکترین variance رو بهش میگن یک estimator که efficiencyش خیلی بالا هست، پس باید هیچ بایسی نداشته باشه، variance‌اش خیلی کم باشه. یعنی به عنوان مثال اینجا همین ما فقط مثلا وقتی میخوام میانگین رو تخمین بزنیم و به دست بیاریم، بیام فقط با خود اکسپار کار کنیم و یه سمپل خیلی بزرگ بگیریم. چرا سمپل خیلی بزرگ؟ چون اون استاندارد ارور کوچیک بشه، یا واریانس یا استاندارد دیویشن چی بشه؟ کوچیک بشه. خب ممنونم از این که تا اینجا همراه بودید با بنده. اما توی این آخرین اسلاید اینجا من لازم تونستم که بیام یکم راجع به این توضیح بدم که بخواستم راجع به یه ویدیو ضبط کنم جداگانه، اما دیگه ترجیح دادم همینجا تو انتهای این ویدیو راجع بهش با تون صحبت کنم. باید این که چرا ما باید انگلیسی بخونیم و آیا اصلا امکان داره که ما to get a head start in research، یعنی شروع کنیم به ریسرچ رو بهتر کنیم توش، و این کارو فقط بیایم با خوندن فارسی، یا مثلا یک شخصی با خوندن فقط با مادر تانگش، یا مثلا طرف کرد، ترک، لور، بیاد فقط اون زبان مادری خودشو بخونه، حالا اگه فرض کنیم توش پیپر باشه، کتاب باشه، بعد بتونه واقعا کولا کنه. اصلا ببین این تقریبا میشه گفت ایمپاسیبل هست، یعنی غیر ممکنه. اینو از منی بشنوید که عمرم رو با کتاب و این محیطه توی کتاب گذروندم و فقط توی محیطه آموزشی بودم. از من بپذیرید که نه چیز دارم اینجا، نه سیاست مدارم که بخوام بی حرفی بزنم خیلی جنبه سیاسی داشته باشه. ببینید اصلا امکان نداره شما بتونید بدون این که یک دانش خیلی دانش نسبتا خوب به بالا از انگلیسی داشته باشید بتونید تو ریسرچ کاری کنید. اصلا خیلی چیزش ضعیف هست. حالا علتش چیه؟ ببینید مثلا من فوزونی اومدم، مثلا من خودم رشتم که DS یا Data Science نبوده، من 2-3 سال شروع کردم خودم چیکار کردم، مثلا رفتم کورس یودمی دیدم، کورس را دیدم، چند تا کورس تو ایران دیدم، بعد کتاب خوندم، مقاله خوندم، پیپر خوندم، خیلی توی مجلات مختلف مقالاتی که در روز منتشر میکنن و میخونم. مثلا من میام اینا رو جمع میکنم به صورت سکند هند، یعنی دست دوم، اینو فارسیش میکنم، در اختیار شما قرار میدم. حالا یه جاهاییش امکان داره خوب در بیاد، مثلا یه جاهایی امکان داره حتی از همون کورس مادرم بیام من خیلی قشنگتر بگم، مثلا مثالای بهتری بگم. یه جاهاییش هم 100% مطمئن باشید، حالا من کار خودمه ولی مثلا باید دو آدم تعارف نداره، که یه جاهاییش هم واقعا من خوب نمیگم، یعنی مثلا من میام واقعا اون مثال رو، اون مثالی که شخصی مثلا توی کتاب یه کورسی گفته، مثلا من میام فقط خرابش میکنم، یعنی واقعا باعث کچ فهمی شما میشم. چرا؟ چون مثلا شما دارید سکند هند یا گاهن سرد هند، یعنی مثلا من خودم از یه فارسی زبان شنیدم، اون خودش رفته انگلیسی خونده،
اومده منتقل کرده بودم، مثلا من دارم به شما منتقل میکنم. به یه چیزی داشتیم ما، اینم بهتون بگم خیلی جالبه، ما یه جلسه هم‌اندیشی داشتیم، یکی از مسئولان خیلی بلند پایه، مسئول کل هم‌اندیشی اساتید کل کشور تشریف آوردن دانشگاه، حرفی که میخوام بزنم از خودم مثل کل ایشونه، ایشون حرف جالبه میزد، میگفت که این بحث زبان چه زبان شد تو کلاسشون، گفت که اون زمانی که پدران ما داشتن با چپق تریاک میکشیدن توی این مرز و بوم، واقعیت شاید خیلی از ما ناراحت بشیم، این انگلیسی ها سوار بر کشتی ها با کلی از مشکلات جنگیدن، رفتن ینگ دنیا رو گرفتن، استرالیا رو گرفتن، خیلی جاها رو کشف کردن، رفتن هندوستان و واقعا امروز حقشونه که مثلا اینا در سال چندین هزار چندین میلیون پوند فقط از این آیلتس بخورن، از این تافلشون بخورن. پس اینا یه زمانی کار کردن، رسیدن به یه جا، انگلیسی رو تبدیلش کردن به یک زبون شناخته شده اینترنشنال تو دنیا و ما امروز هیچ چاره‌ای نداریم به غیر از که این زبون رو واقعا یاد بگیریم و تو کشور خودمون هم واقعا با توجه به منابعی که داریم از من بشنوید، فقط با فارسی اصلا به جای شما نمیرسید. مثلا توی یه رشته‌ای هم مثل دی اس یا همین دیتا ساینس که انقدر اینا با فناوری پیش میرن، انقدر سرعت زیاده که من خودم چند بار خواستم کتاب بنویسم تو این زمینه به زبان فارسی اما اصلا این قلم نمیچرخه. حالا علتش چیه؟ حالا مثال آقای جول گراس رو بزنم که اون کتاب Data Science with Python from Scratch رو نوشته، این اومده مثلا کتاب رو نوشته نمیدونم 2010 اگر اشتباه نکنم، حالا سالش خیلی مهم نیست، بعد یه سال یا دو سال بعد اومده کلا یه ورژن جدید از این کتاب داده توی پایتون توی محیط دیگه، خودش هم اولش نمیشه که خیلی از کدا عوض شده. بعد خلاصه به این صورته، ببین انقدر سرعت زیاده، شما باید خودتون این مثلا چند بار شما میخواید بیاید توی کورسی به زبان فارسی که مثلا من میذارم، آقای ایکس میذاره، خانم ایگرگ میذاره شرکت کنید، ببین بعد از یه جایی به بعد خودتون انقدر فلوئنت بشید، مثلا لیسنینگتون خوب بشه، خودتون برید کورس‌های مختلفو ببینید یا سایت‌های مختلف و مطلب بخونید، چیزای روزآمد کنید خودتون رو تا بتونید تو این رشته‌ها واقعا موفق باشید. این احساس کردم بهتون بگم اینو. حالا دیگه تبدیلش به ویدیو جداگانه نکردیم. حالا باز اگه چیزی بزنم برسه، من دیگه اخلاقی دارم که سر کلاس خودم هم همین جوری هم. مثلا یه جا میخوام برم یه چیزو بگم یا صحبت کنم، اینجوری نیست که بیام مثلا بشینم رو کاغذ بنویسم بگم راجع به این رؤوس مطالب صحبت کنم. حالا بده میدونم متاسفانه، ولی مثلا میرم خیلی جا فلبداه همجور صحبت میکنم، حتی خیلی وقتام خوب در اومده، حالا حتی یه سریاشم بد در اومده، ولی کلا همیشه بعد از کلاس میام میدم اینو نگفتم اونو نگفتم. خب موفق باشید تا هفته آینده، امیدوارم که حالتون خوب باشه.